کوچه بومبست نوشته محشید امیشاهی گوینده ندا دیوار شمالی باقی خانی ما نبش خیابان اصلی بود حمام تمیز و نوسازی تنها همسایه دست راست ما به شمار می آمد. در کوچکی که از ضلع غربی به امارت باز میشد به کوچه بنبست درداری راه داشت که سه خانی دیگر را هم در دلش جا داده بود کوچه پهن و کوتاه بود و در چوبی آن پوسته داده بود و از یادگارهایی که بچه های مدرسه بر آن نوشته بودند چرک و سیاه بود کف کوچه خاک سفت و قرمز رنگی داشت و به اندازه دو پله آجری پایین تر از سطح خیابان اصلی بود. در این گودی امنیت و پاکیزگی و خونکی موجود بود. شبهای تابستان در بالکن بزرگی که مشرف بر این کوچه بود می خوابیدیم. بالای سرمان ستاره ها مثل دانه های گردنبند از هم گسیخته بر زمینه مخملی آسمان ولو بودند. عطر گل های و پیچ امین و دوله در هوا موج میزد. شمت های کتان دستدوز مادرم خونک های شب را در میان تار و پودش نگه می داشت و در اولین تماس با بخشندگی روی پوست بدن می سراند. از بالکن منزل پنجره همسایگان و از میان پنجره ها درون اتاق ها دیده می شد. مادرم می گفت نگاه کردن توی خونه مردم فضولیه و من با همه کنجکاوی جرأت نگاه کردن نداشتم. و همه معلوماتم را از صحبت بزرگترها به دست می آوردم. در انتهای کوچه بومبست مرد سال ای با تنها دخترش زندگی می کرد. پیرمرد به خصت مشهور بود. می گفتند زنش را در اول جوانی از قصه کش کرده است. همه قیبتش را می کردند ولی در حضورش به او احترام می گذاشتند. پیرمرد استخوانی بود و قیافه عصبی درهمی داشت. ابروهایش به اخمی دائمی گره خورده بود و هرگز نمی من از او وحشت داشتم. وقتی هوا رو به گرما می رفت، عصرها با یک شلوار پیژامه راه راه که بند درازی داشت و عرق گیری و شب کلاهی و عینک زربینی کلفتی که نوک دماغش را فشار می داد، به کوچه می آمد و جلوی در خانهش را با آفتاب آب می پاشی. نزدیک در گل می شد. بعد پیر پاورچین پاورچین به داخل خانه میرفت. هر وقت مرا میدید، از لای ابروها و بالای عینکش نگاه هم و با حرکات کند سر و دست اشاره می کرد پیش او بروم. من همیشه وحش از زده به درون خانه من پناه می بودم. دخترش همیشه لباس سیاه می پوشید. قیافه گرفته و قمزده ای داشت و زیاد در کوچه دیده نمیشد. مردم محل از او با ترحم و دلسوزی حرف می زدند. روبروی منزل ما یک بیوزن شوخ و سرحال به اسم سرور خانوم با دو دختر دم بخت و پسر ده دوازده سالش زندگی میکرد. در خانه آنها همیشه صحبت عروسی و عقد کنان و خواستگاری و شیر خوران بود. با آنکه در مدت اقامت مادران محل هیچ کدام از این اتفاقات روی نداد امید و نشاط همچنان باقی بود راوی تمام اخبار برای مادرم سرور خانم بود از جزئیات کار همه آگاه بود و همه آنها را با آب و تاب و شاخ و برگ بازگو می کرد مادرم او را همیشه با خوش روی می پذیرفت و به صحبتش با مسرت گوش می داد سرور خانم می گفت دختر بیچاره تو خونه اون پیرمرده پوسیده باز دیشب سر قیمت گوش تشرش میزن تفلی دختره شام نخورده رفت خوابید صدای حق تا دم دمای صبح میومد. مادرم فقط اظهار تعجب و همدلی میکرد. سرور خانم میگفت نمیدونم نمیدونم چرا این زبون بسته فلک زده رو شوهر نمیده که این دختر تفلی یه نفسی بکشه. و مادرم بدون آنکه اعتقاد زیادی به حرف خودش داشته باشد می گفت کو شوهر حالا و سرور خانم می گفت حالا دختره رو که شوهر نمیده هیچی خودش هم میخواد زن بگیره توف مرد یه پاش لب گوره حیا نداره مادرم پرسید غیر از دخترش کسی رو نداره سرور خانم گفت چرا بابا یه قناری داره دائم وایساده واسش موچ میکشه مردی که پاک دیوونه است پناه بر خدا پناه بر خدا از سر و صدایی که این حیوان با اون قد نیم وجبیش را میندازه خواب صبح و به همه ما حروم کرده حالا چندین و چند ساله که قناری اینجاست نمیدونم چرا خوندن نمیفته من میخواستم از مادر بپرسم قناری چه جور چیزی است ولی سرور خانم گفت که برای دختر بزرگش خواستگار جدیدی پیدا شده که مالی چیست و باباش هم نون و آبی دارد. میمنت را در واقع جز همسایه ها نمیشد به شما آورد دلاک حمام جنب خانه ما بود و از وقتی پسرش را به سربازی برای خدمت نظام برده بودند در انبار کوچک پشت حمام زندگی می کرد. سالی دو سه بار منزل ما دیده می شد. هر صبح عید آنجا بود و زمستان ها هم برای گرفتن خاکی زغال و برنج می آمد. میمنت دلاک سرور خانوم هم بود و سرور خانوم یک روز خبر آورد پسرشو فرستادن خوزستان بیچاره خیلی قصه میخوره میگه تو چله تابستون بچم اونجا تو اون جهنم کباب میشه شما نمیتونین براش کاری کنین شما رو به خدا به آقا بگین یه کاری کنه پسره رو به یه جای خوش آب و هوای تری منتقلش کنن مادرم گفت حتما حتما یه کاری براش میکنم و من خوشحال شدم و روز دیگر سرو گفت میمنت میخواد سیغه حاجی یخی بشه حاجی شست سالشه عروس و دوماد و نوه و نتیجه هم داره مادر بچه هم زنده است اما همچی جونی نداره میگن حاجی پول و پله فراوونی داره مادرم گوش میکرد راستی خانم اون جوونک بلند که همکار آقاست چجور آدمیه؟ به درد دختر وسطی من میخوره؟ <applause> یک بار توی بالکن بازی میکردم میمنت و سرور خانم توی کوچه گرم صحبت بودن پیرمرد از در کوچه وارد شد زنبیل حسیری زوار در رفته ای دستش بود با قدم های شمرده و منظم به طرف سرور خانم و میمنت رفت هر دو ساکت شدند و به پیر مرد نگاه کردند. نزدیک که شد هر دو یک صدا سلام کردند. پیر مرد بدون آنکه جواب بدهد رویش را به میمنت کرد و گفت میمنت خانم از شما قبیهه در همسایگی این کارا شایسته نیست. میمنت دستهایش را از زیر چادر بیرون آورد و دو دستی توی سرش زد. گفت ای وای خاک بر سرم آقا مگه از من چه جسارتی سر زده چه کار خلافی کردم پیرمرد باز بی آنکه جواب بدهد یا شتابی داشته باشد به طرف منزلش رفت میمنت در هیجانی که از خودش نشان داد چادرش را انداخت و من برای اولین بار دیدم که لخت نیست به جای شرط قرمز معمولش لباس قهوه‌ای رنگ رو رفته پوشیده بود و خیلی تعجب کردم به مادرم گفتم که میمنت لباس تنش بود مادرم گفت میمنت تو همون مجبور لخت بگرده چون نمیتونه برای هر مشتری هی لباس در هی لباس بپوشه بیچاره خسته میشه کارش خیلی پر اما تو کوچه که قرار نیست لخت باشه من میدانستم که لباس پوشیدن و درآوردن چقدر کار پر زحمتی است و با مادرم کاملا موافق بودم و به وضع میمنت خیلی حسرت میخوردم که میتواند روزها برای خودش لخت بگردد. سرور خانم هم بعد درباره دوای پیر مرد با میمنت خبر آورد. آقا آتیشی شده بود چون میمنت دختره رو برا پسرش خواستگاری کرده. وقتی تو هموم میشستش مطلب و حالیش کرده. شما رو به خدا بگین میمنت کار خلف شر کرده؟ بد کرده به فکر سر و سامون دادن دختره بوده؟ پس فرداست که میمنک میشه زن حاجی و از دلاکی دست میکشه. مردی پاک خول شده. انگار میخواد دختره رو ترشی بندازه. آدمی که چهارده سال آزگار مونسش یه قناری باشه از این بهتر نمیشه. کاش که زن میگره. شاید عقلش سر جاش میومد. اما یه زنی که واسه اون دختره بیچاره هم مادری کنه. بعد گفت من به خدا دختره رو مثل دختر خودم دوست دارم از همسایه دیوار به دیوار سرور خانم چیزی در ذهنم نمانده است مثل این است که ساکنین آن خانه اهل معاشرت نبودند حادثه و جنجالی هم برایشان پیش نیامده بود که باعث صحبت و تفریح مردم باشد اینقدر می که زن و شوهر جوانی آنجا زندگی می کنند ظاهرا انتظار اولین فرزندشان را می کشیدند سرور همیشه از آنها گنگ و مبهم حرف میزد و از اینکه اطلاعات دقیقی درباره آنان ندارد آشکارا ناراضی و گل من بود این دوتا مرغ بهاره ها از تو اتاق خوابشون تکون نمیخورن من بالاخره نتونستم بفهمم این شواره چی کار است حتما نوکر دولته از ریختش پیداست زنی که هم انگار میخواد تخم دو زرده کنه دائم دستش رو مثل آدمهای حسرت به دل از ماه دوم گشاد گشاد را میره مادرم با مهربانی میگفت خب دیگه جوونه بچه اولشه عواسط پاییز بود هوا سرد شده بود و من اجازه نداشتم به بالکن بروم یک روز از که مادرم منزل نبود پنهان از همه از پله ها بالا رفتم و توی بالکن خزیدم برگهای خشک کف بالکن را فرش کرده بود و باران ریزی آنها را نم زده بود. توی کوچه هم شاخه های خشک و دانه های برگ زیر باران پراکنده بود. سرم را بالا گرفتم و دهنم را باز کردم که آب باران را بخورم. دانه های باران به بالا و پایین لبم روی گونه ها و دماغم میخورد. لای موجه ها و ابروهایم گیر میکرد اما توی دهنم نمیریخت. مثل گربه که پی دومش بدود دور خودم میچرخیدم سعی داشتم قطره باران را در هوا بقاپم در آن موقع سر و صدایی در کوچه بلند شد و بازی از یادم رفت در منزل پیرمرد باز شده بود پیرمرد و شوهر زن جوان به کوچه آمدند و در عین اینکه بلند بلند حرف میزدند به طرف خانه مرد جوان میرفتند در پشت سر آنها یک لحظه باز ماند تا دختر پیرمرد هم بیرون آمد. گره رو را سفت کرد در را محکم به هم زد و دنبال آن دو راه افتاد. کوچه از صدای حرف و قدم ها پر شد. پیرمرد مرد پالتوی روی شانه انداخته بود. عینکش مثل همیشه نوک دماغش را سفت گرفته بود و ول نمی کرد. پاچه های شلوار پیجامش مختصری بالا جسته بود و مچ پاهای بیرنگ و پررگش پیدا بود به دخترش گفت تو برو تو من همینجا میمونم شوهر زن جوان گفت نه نخه نمیشه بفرمایید تو ما میریم یه اتاق دیگه پیرمرد پرسید ماما اومده؟ شوهر جواب داد بله نیم ساعتی میشه هر سه چپیدن توی خانه یک لحظه صداهای درهم و مبهمشان شنیده شد و باز سکوت ته کوچه رسوب کرد من زیر باران خیز شده بودم شب تازه شام خورده بودیم که سرور خانم سر رسید فهمیدین زایید و من نبودم؟ مادرم با هیجان و حرارت پرسید راستی چی زایید؟ پسر از آن به بعد توی کوچه بومبست رفت و آمد بیشتر شد. دختر پیر من با زن و شوهر جوان نزدیک شد. سرور خانم با دختر بیشتر گرم گرفت و به من همگاهی مادرم اجازه میداد که به کوچه بروم و با جمع بچه هایی که برای بازی به آنجا می آمدند باشم. من از همه کوچکتر بودم. کسی مرا به بازی نمی گرفت. جز پسر سرور خانم که برایم خروز های رنگارنگ می آورد و در مقابل بچه های دیگر محافظ و مدافع هم بود. از دیگر بچه ها قوی تر بود. از دیوار راست هم بالا می رفت. تعادلش را روی دستها حفظ می کرد و تمام طول کوچه را به همین وز می پیمون. برای من پهلوان افسانه ها و قهرمانی قابل ستایش بود. زندگی در کوچه بومبست به نظرم گرمتر آمد و من در این زندگی جا افتاده بودم دیگر احساس غربت نمیکردم خطوط صورتها ذوق شناسایی و بوی آشنایی را در من بیدار میکرد فقط چهره استخوانی پیرمرد و نگاه تیزش همچنان بیگانه مانده بود همچنان از او میترسیدم آن روز در کوچه به انتظار و امید دیدن دوست قهرمانم ایستاده بودم که دیدم پیرمرد ساکن انتهای بمب به سرعت به طرفم پیش می آین. برای اینکه به داخل خانه پناه ببرم خیلی دیر شده بود. سر جایم خشک و بی حرکت ماندم. مرد پیر در دو قدمی من ایستاد و بدون مقدمه مشت چروکیدهش را گشود. دستش می لرزید. من با تعجب نگاه کردم و در گودی کف دستش سه سنگ سفید سیغل شده دیدم گفت اینا تخمای قناری منی لابد آوازش رو شنیدی نه؟ من بحت زده سرم را به علامت نفی تکان دادم خب اگرم نشنیدی عیبی نداره بیا بیا اینا مال تو و قبل از اینکه من بتوانم عکس عملی نشان دهم آنها را توی دست من قلتاند و انگشت گرهدارش را در هوا به علامت تهدید تکان داد و گفت ازشون خوب مواظبت کنیا من از لحن صدا و حالت صورت پیرمرد نتوانستم درست بفهمم که از آن پس من مالک این تخمهای کوچک سیغلی هستم یا باید فقط از آنها خوب مواظبت کنم وقتی که پیرمرد به راه افتاد حس کردم که چینهای صورتش در بعضی جاها کشیده تر شد و در بعضی دیگر جمع تر. مثل این بود که سایه خندهی درون چشمش گسترده شد. من همان روز مرواریدهای قلتانم را در تیل بازی شکستم و تا دو روز از ترس روبرو شدن با پیرمرد از خانه خارج نشدم. اما بعد خنده چشمان او به یادم آمد و دیگر از او نترسیدم. وقتی این منزل را ترک کردیم من دو تأسف داشتم. یکی اینکه از رفیق پهلوانم دور می شدم و دیگر اینکه آواز قناری پیرمرد را هرگز نشنیده بودم.